بریم برای پایان در واقع قبل از پایان جلسه بریم برای بحث آزاد. من خواهش میکنم که خانم دکتر میترا بابک اگر که توی جلسه حضور دارن برای بحث آزاد به بنده با عدد 5 اطلاع بدن که از در خدمت ایشون باشیم با بحث آزاد. ضمن اینکه انتهای طبق روال هر ماه در ارتباط با مسائل ماه آینده و سخنرانی ها صحبت خواهیم کرد، اگر که دوستان مایلن سخنرانی داشته باشن در انتهای جلسه لطفاً اعلام آمادگی کنن و حضور داشته باشن. همچنان ممنونم از شما خانم دکتر، ما در خدمت شما خواهیم بود. من مایک رو برای شما رها میکنم. با یک درود فراوان به تک تک شما، من آخر صحبت ها رسیدم، بسیار هم آموختم و درد دلهای دانشجو کولبر و عزیزانی که واقعا در این قفس گربه ما محبوس هستن رو مقداری در مورد شنیدیم و صحبت کردید. اما در بحث آزاد من فکر کردم که بریم سراغ یک فرهنگی که اونقدر در فرهنگ ما جا نیفتاده به معنای واقعی، فرهنگ کارهای داوطلبانه یا voluntary works هست، نمیگم نیست، ولی متاسفانه به عنوان یک فرهنگ و یا رسمی شمردن این قضیه هنوز شناخته نشده در کشور ما. میبینیم که بسیاری از ما وارد کشورهای خارجی شدیم، مخصوصا کشورهای دموکراتیک، و با اینکه میبینیم در کشورهای پیشرفته چقدر مسئله کارهای داوطلبانه مرسوم هست، چه از طریق سازمانهای خیریه، چه از طریق حتی کلیساها و یا حتی ممکنه که مساجد، کلیساها، ولی مخصوصا در کنار این فرهنگ ما میبینیم این فرهنگ دنیای غرب جا افتاده که حتی در کارهای رسمی که میخوان شرکت بکنن و استخدام بشن خود این سابقه کار داوطلبانه چقدر رسمیت داره، که این در کشورهای جهان سوم فکر نمی‌کنم به اندازه کافی قدرت پیدا کرده باشه، کار فرهنگی و کار فرهنگی این کار داوطلبانه. به همین دلیل من فکر کردم که بهتره که در بحث آزاد در مورد این فرهنگ یه مقدار بیشتر صحبت کنیم، یه مقدار دوباره سازی فرهنگی بکنیم در کشور ما تا بتونیم بیشتر ارزش و قدر کارهای داوطلبانه رو بیشتر پی ببریم بهش و بکنیمش یک فرهنگ جدید درون فرهنگ خود، خانه، جامعه، حتی دین و عقیده و فرهنگ و سیاست. دنیای غرب هم اونقدر مرسوم نبود، از قرن 19 هم رسمیتش بیشتر، یعنی خودش رو بیشتر نشون داد، ولی میبینیم که در 1400 یعنی حدود 500-600-700 سال پیش در انگلستان یه همچین اتفاقی شروع شد، خوشبختانه، وقتی که بین فقرا و کشاورزا و شاهان فرق خیلی زیاد طبقاتی بود و واقعا فقرا و کشاورزان در حال روز خیلی بدی به سر می بردن، یه همچین حرکتی شروع شد. بعد ما می بینیم در آمریکا جنگ جهانی اول، بعد چقدر از خانوم‌ها و کارهای داوطلبانه، کسانی که نمی تونستن به جنگن، چقدر پشت جبهه به انواع مختلف تلاش کردن که در خدمت کشورشون و وطنشون و اون موقع و همینطور ادامه پیدا کرد. 1940 وقتی که آمریکا یک سقوط اقتصادی داشت، میبینیم که دوباره این کار چقدر بیشتر رونق گرفت و بیشتر شد یک فرهنگ. و وقتی به ویتنام هم نگاه میکنیم میبینیم که وقتی یک سازمان ها و یک تشکیلات ایدئولوژی
درست شد، مثل ماویست و کمونیست، دوباره میبینیم که اونجا چقدر کارهای کارهای تعاونی و همکاری و داوطلبانه چقدر وسعت پیدا کرد. در جنگ ویتنام به وضوح میتونیم این مسئله رو ببینیم. اما پوینت من کلن از میخوام از جوانب مختلف به این قضیه نگاه کنیم. میدونیم که در بسیاری از ادیان دائما از کار خیر صحبت خوبه، ثواب داره، که من با این کلمه ثوابش به عنوان ATS یه مقدار مشکل دارم، به خاطر اینکه من میگم من نوعی به عنوان یک انسانی که اخلاق و اصول رو میخواد بشناسه، دلیل نداره که باج بده به عنوان یک ثواب برای کار خیلی. در نهایت میشه این کار برای خودم که در آن دنیا یک زمین بیشتر بخرم برای خودم در آن زمان. یعنی وقتی که من انالایز میکنم کلمه ثواب رو، یه مقدار باهاش درگیر میشم، به خاطر اینکه میبینم دوباره انسان از خودخواهی خودش داره صحبت میکنه اگر به خاطر ثواب خودش میخواد یک کار خیر بکنه. چون انسان یک کار خیر رو باید از با احساسش انجام بده و نه مهرطلبی و حساسیتش، و سعی نکنه که از این طریق بتونه باج بده. این انالایز و یا تحلیل شخصی خودم هستش در مورد مسئله ثواب. چون من فکر میکنم هر کس هر کار خیر انسانی و اخلاقی که میخواد بکنه خودش نباید مطرح باشه، بلکه اون فرد و اون هدف و اون موضوع و اون سازمان باید هدف باشه. بعد نگاه میکنیم میبینیم که حتی در کشور خودمونم وقتی که تشکیلات شد، وقتی که سازمانهای سیاسی به وجود اومد، دوباره کارهای تعاونی رو خیلی زیاد میبینیم. من تو پرانتز بگم که من هرگز به هیچ گروهی وابسته نبودم و نیستم و همیشه به عنوان یک اپوزیشن یک نفر حرکت کردم. اما وقتی که نگاه میکنم، تحقیق میکنم، میبینم که کارهای تعاونی و همکاری کجاها وسعت پیدا کرده، میبینیم که در کلیساها خیلی وسعت داره، میبینیم که در تشکیلات و سازمان‌های سیاسی دوباره خیلی وسعت پیدا می‌کنه. حتی وقتی به حزب کمونیست نگاه می‌کنیم، به حزب مجاهدین نگاه می‌کنیم، می‌بینم که تشکیلاتشون چقدر مستجم و همه این آنها و اینها دقیقاً به خاطر هدفی که دارن دست از همه چی کشیدن و تلاش می‌کنن بدون هیچ گونه منتی و بدون هیچ گونه توقعی تلاش کردن رو میکنن از جهات مختلف، حتی نه فقط جان خودشون رو، بلکه در کنارش هنرهای خودشون رو، تلنت‌ها و استعدادهای خودشون رو در اختیار میذارن. خب این خیلی مهمه. وقتی که من خوشبختانه خیلی خوشحالم که با شما همراهی و همکاری رو شروع کردم، واقعا تأسف میخورم از اینی که زودتر با شما عزیزانم آشنا نشدم، برای اینکه کسانی که این چنین کار میکنن برای من خیلی، شخصا برای من خیلی ارزششون بیشتره که حقوق نمیگیرم، بلکه یک به خاطر یک حد کار میکنن. و دلم میخواد همیشه با رادیو و تلویزیون ها و یا سازمان های اینچنینی بیشتر فعالیت کنم. و وقتی میبینم که این کانون حقوق بشر شما 19 سال داره فعالیت میکنه و اونطور که شنیدم 360 نفر دارن فعالیت میکنن بدون اینکه توقعی داشته باشن، بدون اینکه حقوقی دریافت بکنن، طبیعتاً انسان وقتی کار داوطلبانه میکنه از وقتش، از انرژیش، از زمانش و از جیبش باید بده و این کار آسونی نیست، مخصوصا اگر شرایط شخصی خودش دشوار باشه. هیچ شکی درش نیست، کاملا اینو درک میکنم. ولی برام مهمه که حال که یه همچین کانونی رو داریم در کنار هم، دست در دست هم دادیم، داریم در کنار هم فعالیت میکنیم، یه مقدار بیشتر در مورد کارهای داوطلبانه بیشتر دقت کنیم که واقعا چه کار باید بکنیم. بدون تعارف طبیعتاً بعضی هامون خب به خاطر موقعیت چون این کانون آفر داده که حتی اگر همکاری هم با ما نکنید ما برای پناهندگیتون تلاش میکنیم، یعنی بدون هیچ قید و شرطی واقعا داره کانون تلاش میکنه و برای ما و برای من شخصا بسیار با ارزشه. خب
بعضی ها ممکنه به خاطر اینکه به هدفشون برسن طبیعتاً همکاری هم میکنن قبه ها. اما بیایی نگاه کنیم ببینیم که کار همراهی و همکاری که انواع اقسام داره دیگه، برای حقوق بشر وقتی نگاه میکنیم ببینیم که خود شما ارگانهای مختلف و مخصوص خود درست کردید، هر کس در کورنر خودش زاویه خودش داره فعالیت میکنه، تیم تیمه، یعنی تشکیلات رو من قشنگ توی کانون من دارم میبینم از کشورهای مختلف و موضوعهای مختلف داریم میبینیم و خیلی مهمه که خوشبختانه شما اینو دارین. مهارت ها رو باید در نظر بگیریم، هر کسی که داره فعالیت میکنه در این کانون چه مهارت هایی داره و حتی اگر مهارت نداره مهارت ها رو بیاموزه. باور کنید کار داوطلبانه به انسان خیلی خیلی بذاریم باز کنم کار داوطلبانه چه منافعی داره. انسان وقتی که یک کار داوطلبانه میکنه، اولا که تو برگردیم یه مقدار بیشتر، در کشورهای غربی بچه ها تو دبیرستان باید 2 هفته برن، قانونه باید برن 2 هفته کار کنن بدون اینکه حقوق بگیرن، یعنی وارد محیط کار بشن 2 هفته هر روز صبح بلندشن برن سر کار برگردن، این جزء درسشونه و باید یه همچین کاری رو بکنن. یعنی یه همچین حرکت زیبایی رو گذاشتن براشون. بعد خود من وقتی که درس میخوندم باید حتما داوطلبانه هم کار میکردیم، یعنی جزء درسمون بود و بسیاری از دانشجوهای رشته های مختلف در دنیای غرب وقتی که دارن درس میخونن سعی میکنن و خود منم همیشه به همه مراجعین خودم که دانشجو هستن همیشه چه دانشجو باشم، حالا من به کسانی که دانشجو هستن یا دانش آموز هستن یا بسیار ثروتمندن اصلا احتیاج به هیچ پولی ندارن ولی یا مهارتی که مثلا درسشو دارن میخونن و یا کسی که بیکار کار پیدا نمیکنه کار نداره، به همه چه در سمینارها چه در رادیو تلویزیون و چه به عنوان مراجعین خصوصی همیشه اصرار خیلی زیاد دارم که نشین توی خونه، حتما برو پیدا کن، فراوان هست کار داوطلبانه، حتی اگر شده یه نیمه روز در هفته، یعنی 3 ساعت 4 ساعت 2 ساعت از وقت تو بذار برای کار داوطلبانه که تو محیط اجتماع در درجه اول باشی، دنیای بسته خانت نباشه. انسان وقتی که تنهاست، انسان وقتی که یا بسیار سیره یعنی بسیار غنیه یا مشکلات اقتصادی و یا پناهندگی یا هر مشکلات دیگه ای داره، انسان وقتی که تنها باشه و این مشکلات رو داشته باشه فوکوسش از نظر روانشناسی به خودش، به درد خودش، حتی اگر درد فیزیکی آدم داره اگر به درد فیزیکی فکر کنم دردم شدیداً بیشتر میشه. به همین دلیل ما از نظر روانشناختی دارم میگم ما باید افکارمون رو از جسممون، اون بخشی از جسممون که درد داره یا بخشی از افکار و ذهنمون که بسیار آشفته و نگرانه و استراب داره و استرس داره رو ما منتقلش بکنیم، پرتش بکنیم به موضوع دیگه‌ای که کمتر درد روانی و درد فیزیکی احساس بکنیم. چون انسان وقتی بیکاره وقت افسردگی و استرس و استراب و گیر دادن به این و آن و غیبت کردن پشت سر این و آن و وقتش رو تلف کردن، واقعا wasting time کردن خودش برای مسائل پوچ گذشته، پرونده سازی جدید بر علیه دیگران و به لب کلام بشم یک انسان پوچ و بی شخصیت و نادان و بی شعور. اما وقتی که من مشغولم این خود این خودم رو گذاشتن به قول معروف سر کار باعث میشه که از همه این مشکلات و معضلات هم حداقل موقتی برای چند ساعت و چند روز دور باشم و این خیلی کمک میکنه به شخص خود من، خیلی کمک میکنه برای اینکه همش به مشکل خودم فکر نکردم. 2 میرم تو جامعه میبینم دیگران چقدر مشکلشون از من بیشتره، چقدر فراوان از من سخت‌تر و دشوارتر دارن زندگی میکنن. 3 اگر در کشورهای
دیگه دارن زندگی میکنم، فرصت آموزش زبانشون و فرهنگشون رو پیدا میکنم، چون همین میشه یک تمرین برای من که زودتر به زبان بیفتم، زودتر آشنا بشم با فرهنگ اون کشور. و چهار، وقتی که برمیگردم خونه خسته هستم، نظر فیزیکی خسته هستم، ذهنم هم که مشغول دیگران بوده، حال دیگه به همسرم و بچه هم گیر نمیدم، برای زندگی معنی ساختم. ببینید انسان تو هر زمانی باید معنا بسازه برای خودش، تو اون لحظه های حتی سخت و بسیار دشوار. زمانی که من با یه همچین دیدگاهی، با یه همچین اندیشهی، با یه همچین تفکر و خردی زندگی بکنم، روزهای سختم بسیار آسانتر حل میشه و رد میشه و میره. اما اگر فوکوسم رو بذارم رو خودم و فقط خودم و خودم و خودم رو فقط قربانی ببینم، اتفاقا مشکلاتم پیچیده تر و سختتر ممکنه که حل بشه و گاهی هرگز حل هم نمیشه. پس کار داوطلبانه منافع بسیار زیادی داره. من نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، ساعتها میشه در موردش صحبت کرد، ولی سعی میکنم خیلی خلاصه موضوع رو به اتمام برسونیم، به اصل مطالبمون بیشتر برسیم. و دیدیم که حتی مثلا در کشورهای غربی هستش، سازمانهایی هستش که چندین از مراجعین من و فرستادن و رفتن و الان مدیر عامل و مدیر و منیجر شرکت های مختلف شدن، به خاطر اینکه تو زمان نوجوانیشون یه همچین حرکت هایی رو کردن. سازمان هایی هست، حتی در مالزی هست، در اندونزی هست، در تمام کشورهای دنیا هست، که پول خورد و خوراک و اون مکانی که دارین زندگی میکنین رو بهتون میدن، ولی حقوق بهتون نمیدن. شما باید برین تو کشورهای دیگه کارهای داوطلبانه بکنید، حالا در هر رشته‌ای که هستید و میخواید، ولی حقوق نمیگیرید. بسیار مهمه. مثلا یادم الان یکی از عزیزای مراجع من 18 سالش بود، اعتماد به نفسش هم خیلی پایین بود و از بسیاری از حیوانات هم میترسید. یادم رفت اندونزی. عزیزانی که اندونزی زندگی میکنن اگه صدای ما رو میشنون حتما متوجه میشن که دقیقا من چی میگم. بعد که برگشت و یه 6 ماهی بود و برگشت، کلی تشکر کرد و گفتش که باور میکنی که از زیر اتاق ما، اتاقامون دوری بود که زیرش یه محفظه باز بود و این سوسکا واسه خودشون رفت آمد میکردن، مارمورا کنین از همین حشرات این چنینی، و منی که انقدر وحشت زده بودم و از کل حیوانات و حشرات میترسیدم، یکی از منافع بزرگش این بود که با خود سوسکا هم دوست شده بودم. به دقت کردید؟ حتی حالا این یک منفعتش بود، به اضافه کلی مهارت‌های بسیار زیادی که آموخته بود. و میدونیم که در زندان‌ها بسیاری از عزیزان زندانی‌های سیاسی هم تو همون حتی اتاقای یک نفره‌ای که سلولای یک نفره‌شون سعی می‌کنن به خودشون معنا و به لحظات زندگیشون معنا بدن. پس انسان در بدترین شرایط میتونه به زندگی خودش معنا بده. حالا برگردیم سراغ خود شما، خود ما که توی کانون داریم فعالیت میکنیم. همه ماهایی که داریم فعالیت میکنیم، بعضی مواقع ممکنه که استعدادهای نهفته داشته باشیم که خودمون در موردش آگاه نیستیم و یا علاقه به بعضی از کارها نداریم و فکرم نمیکنیم که هیچ وقت علاقمند بشیم. اما مسئله مهم اینجا اینه که زمانی که انسان چیزی رو نمیدونه علاقمند نیست، ولی وقتی چیزی رو یاد میگیره بسیار علاقمند میشه. خیلی مهمه که حال که شما دارین صدای منو میشنوین، هم صدای هم دیگر رو میشنویم، واقعا تک تک شماهایی که چه در کانون فعالیت میکنید و یا فقط امروز یا روزهای آینده، اگر که هنوز به کانون حقوق بشر وصل نشدید، تمنای من اینه که وصل بشید. از نظر روحی روانی خودتون در درجه اول دارم میگم، برای اینکه انسان احساس تعلق پیدا، احساس با بچه به ستاد کرونا و هر جای دیگه که شما فکر میکنید که دوست دارید. اگر در کشورهای خارجی هستید که سعی کنید به هر کدوم به راحتی میتونید پیدا کنید سازمان
های مختلف خیریه رو در هر کشوری که هستید میتونید پیدا کنید. هیچ بهانه‌ای نداشته باشید. هیچ بهانه‌ای نیست. دائما هست، همه جا هست. حال اگر که فکر میکنید که هنری ندارید یا استعدادی ندارید، سعی کنید با اون بخش کانونی که شماها باهاش فعالیت دارید با هم دیگه تیم‌های مستجمتر درست کنید. یعنی هر تیمی، مثلا تیم محیط زیست کودکان، تیم آموزش، تیم نویسنده، ما همه اینا رو احتیاج داریم، حتی کارهای اورژانسی و همه اینا احتیاج داریم. کاری که مهمه اینه که شروع کنم بگردم ببینم که چی دوست دارم که برای کانون و برای اون کار خیرم هم ارزش بیشتری داشته باشه و مفیدتر باشم بیسیکلی، و شروع کنم. الان یوتیوب هست، کرونا هم که اومده بیشتر ماها رو محبوس کرده، پس نباید ساعت خامونو ویستش بکنیم و از بین ببریم. الان وقتش اینه که از طریق خود یوتیوب، از طریق اینترنت من خیلی چیزا رو بیاموزم، زبان رو بیاموزم، کارهای فنی رو بیاموزم، موسیقی رو، هر چیزی که شما دوست دارید، و با اون کورنری که با اون زاویه‌ای که دارم در کانون کار میکنم بهشون بگم که شما به چی الان بیشتر احتیاج دارید، آیا میتونم من بیشتر یاد بگیرم اگر بلد نیستم، یا اینکه ممکنه به منم یاد بدین که منم بیشتر بتونم بهتون کمک بکنم. ببین کارها خیلی، ببین همین الان این برنامه امروز ما خب بخش‌های مختلف داره. عزیزانی که مسئولیت کار فنیه ادیتینگ رو دارند، خب کار سخته، کار زیاده. بچه ها باید از کمیته های دیگه حقوق بشر، یه کمیته به نظر من اگر امکانش هست، این فقط پیشنهاده، از هر زاویه از کمیته حقوق بشر ماهی یک بار در کنار هم آنلاین قرار بگیریم، ببینیم که نیازهای اون کانون چیه، نیازهای اون یکی چیه، از این طرف چجوری میشه به اون یکی کانون کمک کرد. کار تعاون و همکاری یعنی این، نباید مسئولیت و خستگی رو دوش فرد و یا افراد باشه. باید تلاش کنیم که خستگی رو و یا مسئولیت رو از دوش همدیگه برداریم و در کنار همدیگه فعالیت کنیم. قورم نزنیم، برای اینکه یه کار انسانی و اخلاقیه. اگر نمیتونم، آف کورس حقمه بگم نمیتونم، مهرطلب بازی در نیارم بگم نمیتونم، یا این هفته من وقت ندارم، بگم، اعلام بکنم و از کسان دیگه خواهش کنم که جای من رو پر کنند. ما نمیتونیم توی یک جبهه‌ای که هستیم، توی حرکتی که هستیم، اون مکان، اون وظیفه نباید خالی بمونه. کسی دیگه بیاد، مثل اگه برای یک لحظه جنگ رو در نظر بگیریم، اگه یه سنگر خالی میشه فوراً بعد دیگری بیاد سنگر رو پر کنه. دقیقاً کار دنیای مجازی هم باید این باشه. سنگرها همیشه باید پرتوان، پر و پر از انرژی باشه. سعی کنیم که به همدیگه دائما انرژی بدیم، انرژی از همدیگه انرژی نگیریم. حسادت ها که فراوان هست در بین ما، در فرهنگ ما که در بعدها در موردش صحبت میکنیم، یا زیر پا خالی کردن ها که فراوان داریم، اگه یکی میره بالا و ما زیر پاشو خالی کنیم بکشونمش پایین، ما از یه همچین ضعف های فرهنگی برخوردار هستیم. تلاش کنیم که دقیقا برعکس حرکت کنیم و شروع کنیم همدیگر رو، دست همدیگر رو گرفتن و نه زیر پای همدیگر رو خالی کردن. و اینجور مواقع خیلی به همدیگه انرژی میدیم. زنگ بزنیم به همدیگه، تماس داشته باشیم، عزیزم، خانم، آقا، مهربان و مهربان، مهردختر، تو هر سنی که هستیم، آیا نیازی دارین؟ آیا همه چی خوبه؟ حواسمون به همدیگه باید باشه. یک کار تعاونی و یک کار تیمی، تیم باید دائما در کنار هم و در خدمت همدیگر باشد. یه حس خانواده. من با اینکه تازه به شما پیوستم، واقعا هیچ کدام از شماها رو از نزدیک ندیدم. شما منو میبینید ولی من هیچ کدام از شماها رو ندیدم، ولی واقعا احساس یک خانواده رو دارم. احساس میکنم یک خانواده 360 نفره جدید پیدا کردم. دلم میخواد این خانواده روز به روز انرژیش، فعالیتش، تواناییش، خردش، فرهیختگیش،
آزادی خواهیش، آگاهی رسانیش بیشتر و بیشتر بشه. به همین دلیل که همچین پیشنهادی رو کردم که امروز این برنامه رو با هم دیگه داشته باشیم. پس وقتی که نگاه میکنیم ببینیم که کار تعاون و همکاری ما در کارهای خیر و داوطلبانه ذهن ما، جسم ما رو، ذهن ما رو سالم‌تر میکنه و خیلی به ما انرژی های بهتر و مثبت تر میده، به خیلی از استعدادهای نهفته همون میرسیم، خیلی از کارهایی رو که بلد نبودیم حال اون کارها رو یاد گرفتیم. من یادم نمیگم کدوم تلویزیون، توی یکی از تلویزیون ها که تازه شروع شده بود، من باهاشون فعالیتم رو شروع کردم، خود بچه های اون تلویزیون میگفتن که ما فقط واقعا هیچی بلد نبودیم از کار ادیتینگ، از کار فیلم برداری، از کار مجریگری، هیچی، و الان تازه داریم یاد میگیریم. یعنی بدون اینکه متخصص باشن شانسشون اومده، شانس آورده بودن که استخدام شده بودن و تازه داشتن یاد میگرفتن. خب طبیعتا زمانی که شما بدون اینکه بلد باشی، الان با یک کامپیوتر، الان با حتی با موبایل هم میشه ادیتینگ کرد، شروع کنی یه همچین کارهایی رو، یه همچین فنهایی رو، حرفی رو آموختن و یاد گرفتن، نه تنها که برای خودمون خوبه، فردا میتونین شما استخدام بشین در بسیاری از جاها به خاطر یه همچین تجربه هایی رو پیدا کردین، یه همچین هنرهایی رو آموختن، در کنارش هم به عزیزانتون، به عزیزانمون کمک کردین، دستشون رو گرفتین و همه اینا دست به دست هم میده. در درجه اول ببینیم که چقدر به خودمون بوده، چقدر به نفع خانوادمون بوده. خانواده هم باید حواسشون باشه. تمنای من از خانواده ها اینه که اگر همسرتون، چه خانم چه آقا، یا فرزندتون داره یه همچین فعالیتی رو میکنه، قر نزنین سرش که چقدر وقت گذاشتی. شما هم بیاین همراهی و همکاری کنین. ایشون که نرفته وقت بذاره برای جای آنچنانی که نگرانشون بشیم، برای یه کار انسانی وقت گذاشته. طبیعتا برای زن و بچه و شوهر و بچه هم باید وقت گذاشت، شکی درش نیست. ولی ای بانو، ای مهربان، حالا چه آقا چه خانم، اگه شما بیای همراهی بکنی، یه چایی براش درست بکنی، یه خسته نباشیم بگی، بگی کاری منم میتونم بکنم، طبیعتا انرژی بیشتری میدی و اون انرژی رو بعدن کارش تموم شد، انرژی بیشتری برای شما و فرزندانش داره یا برای شما و دوستاش داره. این خیلی مهمه که ما اگر در یک خانواده داریم کار میکنیم، همراهی و همکاری از خانواده و انرژی خوب گرفتن از خانواده هم داشته باشیم. این واقعا خیلی خیلی تاثیر بسزایی داره. مثلا یکی از کارهایی که من از با عزیزان برنامه نگرشن و برنامه رادیویی داریم، هر هفته برنامه اجرا میکنیم. این زن و شوهر عزیز ما، خانم زهره حق با علی و همسرشون، خیلی خوب با هم همکاری میکنن، تو بچه دارن، از کار و زندگیشون واقعا مسئولانه برخورد میکنن با این برنامه که با هم شروع کردیم. از این تشکر میکنم، از محمد عزیز همسری میکنه با زهره عزیز، انقدر بهش انرژی میده، خودشون در بخش ورزشی فعالیت میکنن، واقعا لذت میبرن وقتی حرکت های. امیدوارم که اگرم شما خانواده هستید، اگر همچین نمونه که ما هم آشنا باشم و اسمای شما رو بیارم با افتخار و لذت همکاری با شما. پس هدفمون رو فراموش نکنیم، اخلاق و انسانیتمون رو بی تفاوت نباشیم، احساس وظیفه بکنیم. همه ما مسئولیم برای خود، چه خارج از کشور چه داخل کشور، برای خود و خانواده و جامعه ای که زندگی میکنیم و جامعه ایرانی که محبوس در آن قفس ملا. من سخنم رو کوتاه میکنم، اگر سوال و پیشنهادی دارید حتما به من بگید. بر شما دکتر میترا باتای، توی این فاصله که شما داشتید صحبت میکردید داشتم به این فکر میکردم که چقدر بد که متاسفانه
ما نتونستیم در این راستا آموزش های حالا خوبی ببینیم از طریق مدارس و حالا برجهت اون سیستمی که توی مملکتمون وجود داره، و در ادامه داشتم به این فکر کردم که چقدر خوب که از این به بعد میتونیم این آموزش رو خودمون ببینیم. یعنی همین که متوجه این موضوع بشیم یک مسیری باز میشه برای ما، برای پیشرفت ما، برای اینکه بدونیم که ما هم یک فرد از یک کل بزرگ هستیم و به شکل داوطلبانه یک جاهایی بتونیم خدمتگزار کلی جامعه تمام دنیا باشیم به نوعی. سپاس از شما از دوستان عجب همکاری و همیاری دارم برای آزادی. آزادی این است همه قانونهای حقوق بشر از هر چه دفاع از کودکان چه محیط زیست امروز متاسفانه اینا هر روز هم نقض میشه و این است در مخصوصا مناطقای محروم و فشار بیکاری بالا و ناامنی و هر سر قله هر اغوستایی به قول معروف پایگاهی گذاشتن، مردم آزادی عمل ندارن و کار آزاد بکنن بتونن زندگیشون بچرخونن. کولبری که مثلا میبینی هر روز کشته میشن به خاطر چیه؟ مردم اگر کاری داشته باشن آیا این کار دست میزنه حاضر یک کولی ببره؟ من مثلا امروز زندگیم تأمین است در یه جایی هستم، اگر 1,000,000 بهم بدن حاضر نیستم یخچال یا تلویزیون کول کنم به خاطر زندگی شرافتمندانه تسلیم نشم کار کنم، ولی هر روز اینا را کوشش میشن، ولی ناچار اینا روز اینا ناچار بشن اصل هدر دست بگیرن خو همونا دوباره همین بدبختی است. و همین است خواستم بگم به نظر من عامل اصلی این سیستم های در ایران بوده که نذاشته به قول معروف آموزش های واقعی و انسان دوستی وجود داشته باشه. همین خواستم دخالت کنم و خیلی ممنون برای خانم میترا دوستای دیگرم دمشون گرم که اشاراتی کرد به این شیوه ها لازم است. بفرمایید مایکری. ممنونم از شما و صحبتاتون. بله در ارتباط با فعالیت داوطلبانه و فواید اون، اگر که دوست دیگه آقای چهرازی هم عدد 5 گذاشتن، جناب آقای چهرازی در خدمتتون خواهیم بود با رعایت وقت لطفا. ما سلام مجدد خدمت دوستان، تشکر میکنم از خانم دکتر میترا بابک. ما اگر یاد بگیریم که مثل شما صحبت کنیم با آرامش و با نفوذ، فکر میکنم قدم بزرگی رو برداشتم. من یه دو سه تا نکته دوست داشتم بگم. یکی اینکه یک جمعیتی برای تحقق یک هدف درستی، خوبی، انسانی دور هم جمع میشه، واقعا نگاه کردن به اینکه این هدف به قول هر کسی با چه انگیزه اومده زیاد مهم نیست. مهم اینه که اینها جمع شدن که این کار رو بکنن. مثلا ما اگر بخوایم از دیدگاه مذهبی نگاه کنیم، مذهب به قولی رسمی کشورمون، مثلا وقتی صحبت از ثواب قاطر ثوابش میاد، یا مثلا وقتی صحبت از صدقه میشه یا صحبت از خیرات یا نذری میشه، شما تو هم بحث وقف الان مثلا صحبت از اینه که مثلا وقف تقریبا در تاریخ ایران خیلی وقته، شاید حالا بگیم از اسلام به بعد بوده، قبلش رو نمیدونم، ولی خب فکر میکنم این از اون موقع اومده. و یه موضوعی که هست اینه که ما حتما به همین فعالیت های داوطلبانه
ما تاریخی رو داخل خاک خودمون مشخص کنیم، تو جغرافیای خودمون مشخص کنیم و بگیم که از این تاریخ شروع شده یک ایرانی انجام فعالیت‌های داوطلبانه به قولی با تعریف بدون مزد. یعنی ما چه از لحاظ حالا اون مذهب غالب، چه از لحاظ شخصیت ایرانی بودنمون دارای پشتوانه خوبی هستن. ولی خب نگاه کنید، ما شهری داریم به نام تبریز، ما شهر بدون توحیده است میشناسیمش. یکی از علتاش اینه که 400 انجمن خیریه داره. حالا انجمنهای خیریه مدرن شاید اولیش در تبریز بوده 80 سال پیش و این باعث شده که اون شهر واقعا ظاهرش با تمام شهرهای دیگه فرق کنه. 200 از این 400 تایی که در آذربایجان شرقی هستن در شهر تبریز هستن. اما یه نکته ای هم هست، یعنی میل وجود داره، تاریخ ما وجود داره، به قولی بحث اخروی ما وجود داره. ولی شما نگاه کنید داخل یک سری حوادثی که اتفاق افتاده، مثلا این شخصیتی مثل علی دایی یا مثلا این شخصیت دیگه مثل صادق زیبا کلام میان جلوی یه جریانی وای میسن که هزینه ها یا کمک های مردمی رو توی یک مسیر درست هدایت کنن. برید بپرسید میبینید اینقدر اینها سیمجین شدن، اینقدر از سمت سازمان های دیگه اومدن تو کارشون دخالت کردن. مثلا آقای دایی گفت علنا از من خواست که پولی رو که به حسابم اومده چک بکشم واسهشون. در خودها این باعث میشه که حالا کسی که پا پس بکشه دیگه، آقا من که دنبال درد سر نیستم. یه موضوع دیگه، دوست عزیزمون که کرد زبانم بودن صحبت کردن، مثلا خانم زهرا محمدی، ایشون یک انجمنی داشته به عنوان عضو، نه حتی به عنوان مؤسس، رفته 4 تا به قولی کودک و دور هم جمع کرده و به زبان کردی بهشون آموزش داد. ایشون اخیراً 10 سال به حبس محکوم شد. جمعیت امام علی من تو خبران گفتم. این نوع برخوردها تمام آنچه میل ماست به فعالیت‌های داوطلبانه رو دچار هزینه می‌کنه. از یه طرفی خطرم هست، یعنی حقیقتاً داریم می‌دونیم که عده‌ای رو به خاطر همین فعالیت‌ها مورد آزار قرار داد. ممنونم، بازم ممنون از شما دکتر عزیز. ما هم از شما ممنونیم آقای چهرازی عزیز. از دوستان اگر که مایل هستن در ارتباط با این موضوع صحبت کنند، بله آقای شفایی عدد 5 گذاشتن، در خدمت شما هم خواهیم بود. آقای شفایی مایک رو رها میکنم برات. سلام دوستان، امیدوارم صدای من خوب باشه. راهنمایی کنید ممنونم. میخوام دستون درد نکنه، موضوع خیلی خوبی رو مطرح کردید و خواستم منم در واقع در ادامه صحبت های شما، چون شما رو فعالیت های داوطلبانه صحبت کردید و ارزش های اون، من میخوام بگم که فعالیت های تیمی کردن در واقع یا جمعی کار کردن یا کار گروهی کردن یکی از بلایایی که در فرهنگ ماست، که متاسفانه در فرهنگ ما اون کار جمعی کردن همیشه حادثه است و ما تر کانون تمام تلاشمونی که تیمی بکنیم. خب طبیعتاً تا بخواد یه شکل پیدا بکنه، نظمی پیدا بکنه، خب زمان میبره، کمان که 20 ساله داریم کار میکنیم هنوزم دنبال هستیم که باز بتونیم یه نظمی بدیم. یکی از مواردی که من یادآوری میکنم، ما اومدیم گفتیم آقا ما هر ماه اولین یک شنبه ساعت 2، حالا ممکنه بعدم بشه 3 یا 4، ما یه نشست
مجمع عمومی یعنی همه دوستان کانون در این جلسه میتونن بیان شرکت، میتونن که نه اصلا میگیم باید بیان شرکت کنن و اظهار نظر کنن، اظهار وجود کنن، گزارش ها رو بشنون، کارهایی که اتفاق افتاده بشنون، اگر انتقادی، اگر تعریفی، تمجیدی، هر چیزی دارن بیان تو این جلسه انجام بدن و اگر قراره یک ایدهی تغییرم بدن در همین جلسه انجام بدن. اما متاسفانه از این جمعیت معمولاً 30%، 25% میان. برای چی؟ برای اینکه هنوز جا نیفتاده توی ذهن ماها که ما میتونیم خودمونم در کارمون تصمیم گیرنده باشیم و میتونیم اثرگذار باشیم. و حالا بحث فعالیت‌های داوطلبانه که خب یه بخشی کار ما عملاً همینه، ولی در واقع داوطلبانه هم میان، ولی بازم میبینیم که سعی میکنن تو جلسات نیان. الان مثلا ما تو این جلسه 26 نفر حضور دارن، در صورتی که خود اعضای زاکسن‌آنهالت و خود کمیته دانشجو بیش از این هاست، غیر از این که نفرات دیگه هم تو این مجموعه هستن، ولی خود همکارا هم گاهی نمیان. و به هر حال اون کار تیمی کردن یکی از مواردیه که اصرار کانونه و علاقه کانونه که بتونیم این کار تیمی رو انجام بدیم و کاری بکنیم که دوستان باور کنن که در هر گوشه دنیا یه سری دوست و آشنا دارن. یعنی مهمترین مسئله الان همینه و با بارها و بارها اتفاق افتاده. دوستایی داشتیم در دانمارک، برادرشون اومده در سوئیس، زنگ زدن و گفتیم آقا خودت زنگ بزن به سرپرست سوئیس، خود ایشون کمکتون کنه. یا مثلا کسی در ترکیه بوده، اگه از آشناهاش اومده در مثلا فلان ایالت، تماس گرفتن، پیغام دادیم، انجام دادن. یعنی این ارتباطات الان بین ماها عملا وجود داره، ولی دوستان احساس میکنن که نه، ممکنه مثلا یا تعارف میکنن یا رو درواسی میکنن، من نمیدونم چیه. ولی به هر حال موضوعی که بحث شد خیلی عالیه و من حتما از دوستانمون خواهش میکنم که روی کار تیمی کردن، کار گروهی کردن، که در واقع زمانی این کار اتفاق میفته که گذشت وجود داشته باشه. یعنی باورمون این باشه که به حال این دوستمونه، حالا یه موردی عیبی نداره، سری بعد حالا باز با هم صحبت میکنیم، به جای پرخاش کردن، به جای تهدید کردن، یه مقداری با هم با نرمش و با آرامش با هم صحبت کردن میتونه در واقع کار گروه رو بالا ببره و میتونیم انتقادهای دیگران هم بپذیریم، میتونیم تحمل کنیم. یعنی ما بپذیریم که این انتقاده، خب بریم فکر کنیم، دلمون خواست جواب میدیم به شکل دیگه، به نوع دیگه، ولی نه با غیظ و درگیری و تضاد. من مایک آزاد میکنم و مرسی از موضوع جلسه. ممنون از صحبت شما خانم دکتر. بابک مجدد عدد 5 گذاشتن، من مجدد مایک رو برای شما رها میکنم. سپاسگزارم آقای شفایی، خیلی خوب شد که صدای شما رو هم شنیدیم. به موضوعی خیلی مهمی، همچنین عزیز کردمون که اگه گم به قربانت والله تو نازانی جگرخونم به قول افغان ها، برای همه کردها، برای همه افغان ها، برای همه عرب ها، فارسی زبان ها. میدونید که من دخت این کره زمینم. مسئله اینجا اینه که ما کار تیمی رو بلدیم. عزیز دیگه که اسمشون یادم رفت درست گفتم. ببین وقتی که سوگواری میشه در بعضی از فرهنگ ایران، از اقوام مثل لور و مثل داری و کرد و بعضی از بخش ها، الان دقیقا به خاطر ندارم، میدونم که چندین بخش از اقوام کشور زیبای ما هستن که این فرهنگ زیبای کار تیمی رو دارن. در چه زمانی؟ در زمان سوگواری، زمانی که عزیزشون از دست میره، عزیز شخصی خانواده میره، هیچ اون خانواده خرج نمیکنه. مردم خودشون میان، میارن گوشت میارن، برنج میارن، روغن میارن، خودشون میپزن، خودشون پذیرایی میکنن. فقط صاحب عزا عزاداری خودشو میکنه و در کنار عزادارم میمانن، تنهاش نمیذارن. اینو من بارها در سمینارها و تلویزیونها و در برنامه‌های مختلف واقعا
تمجید کردم، لذت میبرم از یک همچین فرهنگ غنی که این چنین در پشت یک خانواده سوگوار هستند. اما جمهوری اسلامی ببینیم که روز به روز فقر رو بیشتر کرد، ظلم و کشتار رو بیشتر کرد و مردم خودشون بیشتر رفتن زیر خط فقر و این فرهنگ زیبا کمرنگتر و کمرنگتر من جمله فرهنگ های بسیار زیبای ما کمرنگتر و کمرنگتر داره میشه. پس داریم اینو، اما یک معضل بسیار جدی که ما داریم اینه که حتی عزیزانی که از ایران خارج شدن 5 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، حتی قبل از انقلاب، اصلا هنوز این فرهنگ کار داوطلبانه رو جا نیفتاده، این دوزاری وامونده هنوز جا نیفتاده که میگه وا برم برای مثلا برم مجانی وایسم، مثلا من بهشون میگم بریم توی مغازه های دست دوم فروشی، وای حالم به هم میخوره برم دست بزنم. یعنی از یک ضعف فرهنگی دردناکی ما میایم که هویت خودمون رو واقعا از دست بیشتر دادیم با این پوست های مسخره و احمقانه ها. یعنی احساس میکنه که اگر به فرض بره خانه سالمندا، اگر به فرض بره مغازه دست دوم فروشی یا هر سازمان خیری، از کسر شأنش میشه. یعنی فکر میکنه که حقوق که نمیدن، کجا برم زحمت بکشم عرق بریزم، یا اینکه وا من حالم به هم میخوره برم دست بزنم. اصلا شما نگاه کنید، وارد که کشوری شدین، الان درد دلم باز شده، اجازه بدیم حسابی حرف حوارم رو بزنم. وارد کشورهای پیشرفته شدید و پناهندگیتون رو خیلیاتون گرفتید، حقوق ماهیانتون و خونتون و خیلیاتون هم مالیات هنوز نمیدید. حالا شنونده ها رو میگم، منظورم شخص خاصی نیست، کلی دارم صحبت میکنم. و دوتا هم خونه ایران خریدین، هنوز یه پنس مالیات در این کشورها ندادین، هنوز هم روسیه دارین کار میکنین و حاضر نیستید حتی تو این شرایط کنید. مثلا در آلمان یه شرکت های قضایی، یه فروشگاه های قضایی باز شده که الان اسمش یادم رفته، شما بهتر یادم بندازین اگه میدونین، که مردم اونجا میتونن، اینایی که وضعشون خوب نیست، 2 یورو میدن میتونن برن واسه مواد غذایی بردارن. خب خیلی از خانواده های ایرانی که هنوز تازه رو هواس، هنوز اقامتشون هم نگرفتن، کسر شأنشون میشه، میگن ما اگه بریم اونجا ما رو از بالا به پایین نگاه میکنن. در کشورهای غربی، در همین شرکت و یا همین سوپرمارکت هایی که من دارم در موردش صحبت میکنم، اگر برین میبینین که پیرزن ها و پیرمرد ها دارن فعالیت میکنن، از 13 سالگی و 12 سالگی رو پا وایستادن، پاهاشون روماتیسم گرفته از بس که اینا کار کردن، اما به محض اینکه بازنشسته میشن حقوق بازنشستگیشون هم میگیرن، مالیات هاشون هم دادن، اما به محض اینکه بازنشسته میشن نمیشینن تو خونه، دنبال کار خیریه و کارهای داوطلبانه هستن، برای اینکه شعور پیدا کردن که من که سالها کار کردم اگر یک دفعه بیکار بشم عمرم کوتاه میشه، من وابسته به جامعه‌ام و وظیفه‌ام در جامعه. شما نگاه کنید شعور فرهنگی یعنی این، در صورتی که مال ما جوونه میگه برم مجانی کجا وایسم کار کنم، چرا مجانی برم؟ این نداشتن فرهنگ سالمه، این فقر فرهنگیه، این نداشتن شعور و دانایی یک انسانه. حال برگردیم سراغ این فروشگاه ها. کسر شأن هم میشه، چون اگه برم اونی که والنتری، تازه اونم داوطلبانه داره کار میکنه، از بالا به پایین، ای عزیز دل من تو از کشورت فرار کردی، حالا نگرانی که یه آلمانی که اومدی تو کشورش، یه انگلیسی که اومدی تو کشورش، حالا یه همچین شرایطی هم ایجاد دور کرده، باز هنوز میخوای پوز فرهنگ 6000 ساله رو بدی. الان ما ایرانی ها کجا هستیم؟ مصری ها کجا هستید؟ لبنانی ها، سوریه‌ای ها، عراقی ها، همه شماهایی که تاریخ دارید، تمدن داشتید،
همه ما تمدن داشتیم، الان کجاییم؟ اسلام با شماها چه کرد؟ بعد حالا پوزشو میخوای بدی که بخوای یه وقتی از بالا به پایین به تو نگاه نکنه؟ پرتوب چرا نمیری تو همون فروشگاه داوطلبانه کار کنی؟ تازه کسر شهرت هم میشه که بری مواد غذایی بگیری. برو وایسا کار کن، تو هم زبانت بهتر میشه، احساس بهتری میگیری، احساس میکنی جزی از این جامعه هستی که تو رو میخواد پناهنده خودش بکنه، تو رو در پناه خودش گرفته. معلومه شما نگاه کنید با افغانهای عزیز ما، با کردهای عزیز ما، با عرب نیستن که با معاودین ما سال 70-80-90 اینا صدام حسین بیرونشون کرد، قصرها داشتن اینا. من میشناسم، من با تحقیق شخصا میشناسم، خانوادگی میشناسمشون. میلیاردر بودن، صدام حسین همه چیشون رو مصادره کرد، مردم و پسرشون رو اعدام کرد، مردم و زن و بچه و پیر و جوون رو از مرزها بیرونشون کرد برای اینکه شناسنامه ایرانی داشتن. توی ایرانی باهاشون چه کردی؟ تو صف من خودم شنیدم برگشتی گفتی چون عبا رو سرش بود اون از تو ایرانی تر بود، برگشتی گفتی این عربای پاپتی اومدن صفای ما رو پر کردن. به چیمون بنازیم؟ با افغانهای عزیزمون چه ها که نکردین و نمی کنین. چه ملت و چه دولت، هنوز از بالا به پایین به افغان نگاه میکنی. عمارتهایی که ساخته شده افغانهای بدبخت ساختن، اگه یه بار دو بار قتل بشه ببینی چی کار میکنین با افغانا. اما اگه ایرانی این همه قتل کرده صداتون در نمیاد. اما اگه یه افغانی اشتباه بکنه چی کار که نمیکنید؟ چه حوارها و چه ناسزاگویایی که نمیکنید؟ فرهنگ داریم ما؟ آیا این فرهنگه؟ فرهنگ اونه که تو بدترین شرایط خودتو یکسان با دیگران بدانی، خودتو بالاتر نبینی، بری در کنار بالا و پایین، غنی و فقیر، خودت رو انسان ببینی، نه برتری نه بالاتری و نه کمتری، تو فقط یک انسانی. کرونا خیلی درس داد به ما اگر درس بیاموزیم. پوزش میخوام از اینه که صدام رفت بالا، ولی درد دل سنگینی بود که باید بکنم بارها و بارها تا بیدار بشیم از خواب خرگوشی و از این پوزهای مسخره خالیمون. من میکروفونو الان قطع میکنم، رها میکنم، منتظر بعدی هستم اگر دوست داره سوال کنه. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما. بعد از شما خانم اشجعی گرامی عدد 5 گذاشته بودن. خانم اشجعی اگر که آمادگی دارید و مایل هستید، فقط اگه که لطف کنید زمان رو هم ملاحظه کنید ممنون. اگر که مایل هستید عدد 5 بذارید. من اشتباه کردم؟ بله، فکر میکنم که سرکار خانم اسدی بودن. بله، من عذرخواهی میکنم. خانم اسدی اول شما رو میشنویم، بعد خانم اشجعی هم عدد 5 گذاشتن. خانم اسدی در خدمتتون هستیم. سلام و درود میفرستم، خسته نباشید میگم. نمیدونم صدای من داخل اتاق، امیدوارم که باشه. ممنونم. من از خانم دکتر تشکر میکنم و همچنین آقای شفایی، دوستان کاملا توضیح دادن، ولی من همه این چیزا برمیگرده به نظر من به طرز دیدگاه و فکر من. یعنی من در گذشته جوری بزرگ شدم که هر کاری داوطلبانه میخواستم انجام بدم به من میگفتن مگه نوکرشون هستی؟ یعنی من با این دیدگاه بزرگ شدم که فکر میکردم کمک به دیگران، یعنی که من نوکر دیگران هستم و سوء استفاده ابزاری داره از من میشه. ولی وقتی که من این دیدگاه همو تغییر دادم و قدم به یک، حالا همین کانون رو من مثال میزنم، یک کار جمعی، آقای شفایی عزیز گفتن واقعا کار جمعی، اگر من بخوام به خودم برگردم به من یاد داد که دست از منیت بردارم.
به من یاد داد که وارد یک گروه بشم و اختلاف نظرها رو بشنوم. من امروز وقتی که یک کار تیمی انجام میدم برمیگرده به زندگی خودم که اگر همسر من، پدر یا مادر من حرف مخالف بزنن با آغوش باز پذیرا هستم. مثل گذشته که پدر یک دیکتاتور بود یا هر کسی تو زندگی یه نفر حرف میزد و دیگران باید طبق میلش عمل میکردن، دیگه امروز واقعا این نیست. از قدیم گفتن یه دست صدا نداره. واقعا وقتی کار تیمی انجام میدیم باعث میشه که ما بشیم و دست از اون منیت برداریم و حس خوب رو تجربه کنیم. من واقعا توی کانون و هر جایی که حس کردم دارم خدمت میکنم، یعنی بدون پول، بدون اینکه فکر کنم مزدی دریافت میکنم، خیر و زندگی اصلا توی زندگی خودم برگشته و حس خوبی رو تجربه کردم. من خودم قبلا با حیوانات آشتی نبودم. وقتی قسمت محیط زیست رفتم داوطلبانه کار کردم، با حیوانات آشتی کردم. وقتی که اومدم اینجا و کار تیمی رو تجربه کردم، دموکراسی رو تجربه کردم و فکر نمی کردم دیگه اون حکومت دیکتاتوری و مردسالاره تو وجود من، توی خانواده من هست و تونستم توی زندگی من خودم پیاده کنم و حس می کنم که حس خیلی خوبیه و بابت این موضوعتون ممنونم. من مایکو باز می زارم. بسیار عالی، ما هم از شما ممنونیم. خانم اشجعی گرامی هم عدد 5 گذاشتن، حالا اگر که تشریف دارید در خدمتتون هستیم. ممنونیم. با سلام خدمت دوستان و آرزوی سلامتی برای همه و تشکر از خانم دکتر بابک که با در واقع صحبت‌های بسیار عالی و منطقی و در واقع انسانی خودشون ما رو متوجه بسیاری از مسائل می‌کنن. ما به هر حال ریشه و هویت ما ایرانی است. تمدنی هم داشتیم، شکی در اون نیست، ولی این که به کجا رسیدیم، این یعنی جای سوال هست. و امیدوارم که با پرداختن به همون هویت اصلیمون و پیدا کردن خودمون بتونیم به خیلی از نقص‌ها و کمبودهایی که داریم، البته این باید باشه که در واقع فضایی برای ما ایجاد بشه که با آگاهی و آموزش در این ارتباط بتونیم با هویت ایرانیمون در کنار هم باشیم. هویت ایرانی ما به ما یاد میده که باید در کنار هم باشیم. همین هویت ایرانی ما بوده که در واقع به اسرائیلی ها امکان داد که کشور، یعنی به عنوان اسرائیل بتونن به کشورشون برگردن و در سایه همین هویت ایرانی بود. الان اسرائیلی ها خودشون رو ایرانی میدونن تا اسرائیلی، و اینکه ما ولی با اسرائیلی ها در جنگ هستیم، علت کجاست؟ من در یک جایی در رابطه با، البته نمیخوام به مسائل مذهبی بپردازم، ولی خب به هر حال من از جایی دریافت میکنم و میخوام که این رو عنوان کنم. اگر به خانواده خود امام حسین و حسن و اینها نگاه کنیم، اینها کلن طایفتن با هم پسرمو فامیل هستن و اینها حالا به دلایلی با هم در جنگ افتادن و حسین کشته شد، ولی اینها ریشه هویتیشون عرب هست. به ما چه ارتباطی داره؟ من این رو نمیفهمم که ما بیاییم دستجات تشکیل بدیم و به سر صورتمون بکوبیم برای اینکه مثلا امام حسینی از بین رفته. خب این یک فرضی بوده، حالا امام به یک جای رسیده از نظر درجه دینی، ولی این که ما چرا باید این کارها رو بکنیم، این همون فضای بسته است یا همون دور شدن از هویت اصلی ماست. ما ایرانی هستیم در درجه اول، در وهله اول دارای یک فرهنگ ایرانی هستیم،
و به هر حال اعتقاد، بله آقای شفایی من هم میدونم اعتقادات شخصی مردم باید در خانه هاشون بمونه، ولی ما بیشتر از اعتقادات شخصی باید به هویت اصلی خودمون که ایرانی هستیم اول باید برسیم. ما که عرب نیستیم، ما ایرانی هستیم و این ایرانی بودن ما باید ما رو دور هم جمع بکنه، نه مسائل غیر اون. و اگر این اهل یعنی حادث بشه به نظر من که ما دارای یک مرز جغرافیایی خاص هستیم، دارای یک فرهنگ خاص هستیم و میتونه ما رو در یعنی در واقع در رابطه با توسعه و رشد کشورمون هم به ما کمک بکنه. متاسفانه مسائل غیر این یعنی خیلی از مسائل دیگر باعث شده که ما ایرانی ها در واقع یا فرار کنیم نتونیم به هم برسیم یا در مقابل هم بیستیم یعنی این تمام این اپوزیسیونی که الان شما میبینید با همدیگه هیچ اتحادی ندارن. چرا؟ در این شرایط خاص اسرائیل در کنار امارات مونده، ما هنوز در حال جنگ هستیم با اسرائیل. اینها باید برای ما ایرانی ها در واقع سوال باشه که چرا ما به این روز رسیدیم و بتونیم برای این مسئله یعنی راهی پیدا بکنیم. و اون هم من میبینم و میدونم بهش اعتقاد دارم آگاهی هست و آموزش. همین حقوق بشر مربوط به ما ایرانی هاست، مربوط به ماست، ریشه از ماست، ولی خودمون چقدر دور هستیم، چقدر از مسائل پراکنده هستیم. من وقت رو دیگه، ولی من واقعا اعتقاد دارم که با هویت ایرانیمون میتونیم به یک اتحاد برسیم. البته اعتقاد هر افراد در یعنی عقاید آزاده، عقاید و مذاهب آزاد هست، ولی در رابطه با مسائل باید در خانه باشه. یک چیز یک مسئله شخصی است و اون نباید در خیابان بیاد، و بلکه سیاست یا مسائل دیگه، مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی چیز دیگری است که باید در دست متخصصین باشه تا ما بتونیم به یک توسعه برسیم. من مایک رو رها می‌کنم. بسیار عالی، ممنون از اظهار نظر شما. هم اگر که دوستان، جلسه ما تقریبا میشه گفتش که الان دیگه داریم توی جلسه هستیم، برای اینکه خیلی طولانی تر نشه، اگر کسی دیگه صحبتی نداره، بله آقای شفایی عدد 5 گذاشتن، در خدمت آقای شفایی هستیم. مرسی خانم اشعری، میدونم داغ دل داری، میدونم خیلی اذیت هستی، ولی این دلیل نمیشه که ما تابع احساساتمون بشیم و اصول حقوق بشریمون رو بذاریم کنار. ماها به عنوان فعالین حقوق بشر وظیفه داریم که همه رو یک شکل ببینیم، همه یک نمونه باشن. ما اصلا نباید فرق بذاریم راجع به نژاد، راجع به زبان، راجع به جنسیت، راجع به هر چیزی. ما مبنا رو اگر بر انسان و انسانیت بذاریم، اون وقت میتونیم کارمون رو به درستی انجام بدیم. این اتفاقایی که شما دارید میبینید بر اساس ناآگاهی است، نه بر اساس نژاد. اصلا نژاد دخالتی به این قضیه نداره. عرب بودن، افغان بودن، این بودن، اون بودن، نمیدونم چیکیک بودن، اینا تأثیری نداره. وقتی ما آگاه نیستیم، در عدم آگاهی طبیعتاً یه عده سوء استفاده میکنن به اشکال مختلف. من میدونم الان اگر که شما یه نگاه کوتاه اگه بخواید بکنید به همین مراسمی که قراره در مورد به اصطلاح ماه محرم یا تاسوعا انجام بخواد بشه، شما میبینید که تمام مردم با جان دل طبق گفته که من مخالف این، من اینو کار گروهی نمیدونم، اینا کارای احساسیه، کار گروهی نیست. کار گروهی از با عقل و درایت باید باشه. این جماعتی که میان میرن، برق مجانی میکشن، غذا مجانی میدن، هزاران هزار کار مجانی میکنن تا این کار اتفاق بیفته، اما میبینیم که یه ملا یا یک از این قرآن خونا پا میشه 20 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون پول میگیره میره روزه میخونه.
یعنی همه مجانی کار میکنن الا این دوتا قشر، و اینو مردم هنوز درکش نمیکنن. این مال ناآگاهیه. حالا شما بیا برو بقیهش رو حساب بکن. پس ما بحث ما به عنوان فعالین حقوق بشر این هستش که ما ابتدا بایستی آگاه بشیم و در آگاهی فکر بکنیم و در آگاهی حرکت بکنیم، و این آگاهی ماست که ما رو به رشد میرسونه، و در ناآگاهی شعار هیچ کمکی نمیکنه. ما الان شعار بدیم آقا ما که عرب نیستیم، ما مثلا فلان کار هستیم، ما اصلا تافته جدا بافته هستیم، ما تاریخ چنان و چنین داریم، اینا رشد نیست. اینا فقط یه سری اطلاعات در واقع با شور و هیجانه، یعنی از درایت از اندیشه خبری نیست. من خواهش میکنم که نگاهمون رو تصحیح کنیم و نگاهمون بر این باشه که ما انسانیم و هر انسانی بایستی بدون حق و حقوقش چیه و در مقابل حق و حقوقش مقاومت بکنه، خودشو باور بکنه و زیر بار سایر اندیشه ها نره. اتفاقا امشب قراره در رابطه با اعدام صحبت بکنم. من یه سری صحبت شبیه همین صحبت هایی که شما کردید حتی به یه نوع دیگری من خواهم داشت. به هر حال من مایک آزاد میکنم، در خدمتتون هستم. ممنون آقای شفیعیز. خانم دکتر بابک مجددن عدد 5 گذاشتن، در شما خواهیم بود. خب تو میدونم که وقتمون تموم شده. خیلی خلاصه تشکر میکنم از آقای شفایی، همه عزیزانی که در کنار ما بودن امروز. ولی پوینت مهمی که باید یه مقدار بیشتر سریع بهش تکیه کنیم، چند تا بولت پوینتی من بگم. یکی این که چرا باید الان تعداد 20 تا بیشتر نباشیم روی این فراخوانی که الان داشتیم. به خاطر اینکه ما کار تیمی رو بلد نیستیم، ما مسئولیت پذیر نیستیم در مقابل کارهای داوطلبانه، و فکر میکنیم که چون حقوق نمیگیریم، چون رسمی نیست این قضیه، پس جدی هم نباید بگیریم. این یکی از بزرگترین معضل ماست، چون کار فرهنگیمون در این مورد بسیار ضعیفه. در مورد مسئله من فکر میکنم باید مندتوریش بکنیم، یعنی واجبش بکنیم که هر ماه فلان روز همه باید اعضا، اگر احیانا کسی حضور نمیتونه پیدا بکنه، باید اطلاع بده، از قبل اطلاع بده که نمیتونه به فرض شرکت کنه. ولی حضور باید حضور حتما اجباری باشه برای گروهمون و برای کارمون. وقتی که ما اجباری بکنیم یه حس مسئولیت بیشتری به خود و دیگران میدیم. این باید جا بیفته. ببین ما نیومدیم فقط حرف بزنیم و بریم، ما میخواییم یه دوباره سازی فرهنگی بکنیم. فردا هممون دوباره یادم یه مراحلی رو ما باید بگذرونیم تا به این ثروت فرهنگی برسیم، به این غنی بودن فرهنگی برسیم که دنیای غرب رسیده. چریتی ارگانیزیشن یا سازمان های خیریه یا همون مغازه های دست دوم فروشی که در اکثر کشورها هست، اینا اکثر همشون رجستر شده یه چریتی ارگانیزیشن هن، یعنی مثلا مال سرطان هن، مال خانه و سالمندان هستن. زمانی که کار میکنم دقیقا دارم به یه همچون خیریه بزرگی کمک میکنم. زمانی که من میرم از این مغازه ها خرید میکنم و اون لباس دست دوم رو یا اون لیوان دست دوم رو میخرم، باید بدونم که دقیقا دارم به یه کار خیلی بزرگ و خیریه مهم و جدی دارم کمک میکنم، نه اینکه فکر کنم مگه حالم به هم میخوره. این میشه فرهنگ جدید، یعنی دیدگاهمون رو باید تغییر بدیم، آگاهیمون رو بیشتر بدیم، متوجه بشیم. یعنی اون مغازه که تو بری میری دست دوم فروشی، مغازه اون صاحبش هیچ کاره است، اون صاحبش فقط یه امتیاز گرفته و داره برای اون خیریه کار میکنه، پولی که در میاره میره به اون سازمان. اینا آگاهی هاست که ما متاسفانه تو این کشورها زندگی میکنیم، مثلا اطلاع نداریم، مثلا نمیخوایم مطلع بشیم. ما کمیونیتی خوبی هم نیستیم، به عنوان یک ایرانی کمیونیتی خوبی نیستیم. من 15 سال به 4
زبان فارسی، انگلیسی و کردی کلاس‌های سایکو ایژوکیشنال پروگرام یا کلاس‌های روانشناسی و روانشناختی درست کردم به این زبان و همه کاراشم خودم می‌کردم، با اینکه از دل NHS به اداره بهداشت و بهزیستی درست کردم این سرویس رو، چون ولی همه به همه این زبان‌ها کسی صحبت نمی‌کرد، من خودم حتی ادمینش بودم با جلو با تمام سلولام ساعت‌ها بیشتر کار می‌کردم، در صورتی که حقوقش رو نمی‌گرفتم. اما هدفم برام مهم بود، کمک رسانی به مردم مهم بوده و هست هنوز. این مسئله است. ببین من باید فرهنگ خودم رو تغییر بدم. عزیزی که اومدن روی خط و گفتن که پدرم چی میگفت، دقیقا همینطوره. ممنونم از تو مهربانو. تو خانه ما فرهنگ ما غلطه، تو جامعه ما فرهنگ ما، سیاست هم که خودتون میدونید سیاست تمام خواه، باید همه چیشو جاسوس کرده و همه چی رو باید بیگ برادر داره جمهوری اسلامی در همه موارد. پس در این مورد باید همینطوری امروز این صدا رو نشنویم و بریم، ما باید ادامه بدیم این قضیه رو که مسئله اجباری وجودش تک تک ما مهمه، برداشتن وظیفه از دوش دیگری، دوست عزیزمون، اگر دستش ناراحتم کمیونیکیشن و گفتمان سالم داشته باشم، قور نزنم، اخمامو تو هم نکنم، چهار تا حرف بد و بیرا به این بهش نزنم یا پشت سرش حرف نزنم. فرهنگ سازیه که باید در کنار هم انجام بدیم، باید پرکتیس کنیم، تمرین کنیم تا بهش برسیم. مسئله خیلی مهم دیگه هم که مهربانوی ما در موردش توضیح دادن و آقای شفایی توضیح بهتری دادن، انسانیت خیلی فراتر از ایرانی بودن و مصری بودن و انگلیسی بودن و آلمانی بودنه. ما اگر انسانیت رو در درجه اول قرار بدیم، اگر تویی که تو مالزی هستی، اگر تویی که تو اروپا هستی، تو آمریکا هستی، در ایران هستی، هر جایی که هستی، اگر بدونی که فقط به عنوان یک انسان و با خرد یک انسان به انسان دیگه نگاه میکنی، حال از چه نژاد و زبان و رنگ و ریشه‌ای باشه، اون وقتی که دوباره سازی فرهنگی کردی طبیعتاً در کنارش هم در کنار ایرانی ها باشیم. ما نگاه کنیم اکثر ایرانی هایی که خارج از کشور اومدن با غیر ایرانی در ارتباط نیستن، با خود ایرانی هم در ارتباط نیستن، خودشون رو ایزوله کردن، از خودشون میترسن، از دیگری میترسن و با دیگران هم در ارتباط نیستن. من بعد از نزدیک 30 سال در انگلستان زندگی میکنم، برای در تمام این کره زمین زندگی میکنم، برای اینکه همش در حال تحقیقم، دائما هم سفرهای سفرنامه دارم که میدونین که لایف براتون میذارم، هر آموزشی که و هر تحقیقی که میکنم. کمیونیتی خوبی نیستیم، به خودمون ننازیم و اینقدر با شعار صحبت نکنیم. شعار بس است، شعار بسته دیگه، حالا میخواییم در عمل نشون بدیم. من نوعی، توی نوعی، توی نوعی، حال که میدونیم اوکی قبلا چی بودیم، حال که میدونیم حال چی شدیم، برای این چه شدنمون باید تلاش بکنیم که دیگر این نباشیم. اگر فقط حرف بزنیم متاسفانه از این گوش میاد، از این گوش رد میشه، طرف نمیشنوه، لحظه ای میشنوه و تموم میشه میره. ولی اگر شروع کنیم در عمل نشون بدیم این حرکت رو، این حرکت انسانی و آگاهی و به معنای واقعی حقوق بشر رو و نه حقوق فقط حقوق ایران و ایرانی به فرض، حقوق بشر رو وقتی که شروع کنیم نشون بدیم به خود و خانواده و بعد به اون جامعه که زندگی میکنیم، اون وقتی که میتونیم به خودمون افتخار بکنیم در درجه اول یک انسانیم و بعدش هم به حقوق بشر، حقوق کودک و به طور کلی حقوق حیوان، محیط زیست احترام بذاریم. در نهایت باید تشکر از همه شمایی که شرکت کردید، همچنین مازیار عزیزمون که زحمت میکشن ادیت میکنن برنامه های نگرش نور رو و همچنین این برنامه هایی که من دارم باهاتون، یک دنیا و یک جهان ازشون سپاسگزارم. از تک تک شماهایی که با جان و دلتون کار میکنید و فعالیت میکنید سپاسگزارم و امیدوارم جلسه بعدی و فراخوان بعدی که میخوایم انجام بدیم خیلی جدی تر بگیریم و فقط به حرف زدن بسه نکنیم. یک دنیا ازتون سپاسگزارم. میکروفون رها میکنم. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنون از شما و نقطه نظراتون. حالا چیزی که به ذهن من رسید این هستش که نژاد، جنسیت و رنگ پوست اینا چیزایی نیستش که ما انتخاب میکنیم، این که حتی ملیت و اون چه که انتخاب ما هست این هستش که
آیا انسان باشیم، انسانگونه رفتار کنیم یا نه. در پایان اگر کسی صحبتی نداره جلسه رو خاتمه بدیم. قبل از پایان جلسه من جا داره از همه دوستانی که شرکت کردن مجددا تشکر کنم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.